بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر محمد و آل محمد بر... ببخشید سلام بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی در خدمت شما هستیم با اخبار شیعه در افق پانوراما آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی طی سخنانی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان فرمودند برای کسب موفقیت بیشتر در این ماه مبارک و رسیدن به رضای خدای متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و اهل بیت ایشان باید ابتدا عزم و اراده نمود ایشان در ادامه فرمودند در این ایام پربرکت ماه مبارک رمضان همه ما میهمان هستیم و باید قدر عظمت این ماه و این میهمانی را بدانیم آیت الله شیرازی همچنین بر ضرورت حفظ حقوق و حرمت مؤمنان و عدم تضییع آن در این ماه تاکید کردند و فرمودند حفظ حرمت مؤمن بنابر روایات از کعبه بالاتر است ایشان در پایان فرمودند برخی از بلاهایی که در کشورهای اسلامی بر ما وارد شده است ناشی از تعدی به حریم مؤمنان و تضییع حقوق آنان است که خداوند صبحان برای آنان تشریع و مقرر کرده است. سازمان بین المللی نفی خشونت از سازمان های وابسته به دفتر مرجعیت آیتولال ازما سید صادق حسینی شیرازی خواستار آتشبس بس بشر دوستانه در ماه مبارک رمضان و تأمین غذا و دارو برای ساکنان نوار غزه شد. این سازمان در پیامی به رهبران و حاکمان کشورهای عربی و اسلامی بیان داشت به منظور توقف جنگ یا برقراری آتش بس بشر دوستانه در این باریکه پرجمعیت تمامی تلاش خود را بکار گیرند و به طرفهای متقابل فشار وارد کنند. این بیانیه در ادامه افزود بیش از دو میلیون غیر نظامی مسلمان در نوار غزه از گرسنگی، ترس و محرومیت و از ابتدایی ترین حقوق بشر رنج میبرند و آواره شدند بی آنکه هیچ امیدی برای بهبود شرایط داشته باشند این سازمان در پایان تمامی رهبران کشورهای جهان خصوصا رهبران کشورهای اسلامی را در جنایات بشری که در غزه رخ می دهد مسئول دانست و از آنها خواست تا برای برقراری آتش بس و تمام شدن جنگ در این منطقه و ارسال کمک های بشر دوستانه از قبیل دارو و غذا برای ساکنان مسلمان غزه از هیچ تلاشی دست بر ندارند. مقام ارشد حزب کمونیست چین در سینکیان گفت که چینی سازی اسلام در مناطق با اکثریت مسلمان اجتناب ناپذیر است. شی جی پینگ علیرغم وجود 11 میلیون نفری ایغورهای عمدتا مسلمان و سایر اقوام ترک که در منطقه خودمختار ایغور سینکیانگ ساکن هستند و همچنین هفت میلیون مسلمان دیگر در چین زندگی می کنند نتوانست ماه رمضان را که یکی از مقدسترین ایام برای مسلمانان است به رسمیت بشناسد و تبریک بگوید مقامات چینی چندی دهه است که ایغورها را در سینکیانگ سرکوب کردن و ادعا می کنند که آنها خواستار جدایی طلبی هستند در همین راستا دولت چین میگوید که میخواهد اسلام را با فرهنگ چینی سازگار کند و از همسویی آن با ارزش های سنتی چینی تعریف شده توسط پکن اطمینان حاصل کند از سوی دیگر روشان عباس مدیر اجرایی کمپین برای اویغورها تایید اظهاراتی گفت برای اویغورهایی که نسل کشی مداوم را تحمل می کنند ماه رمضان برابر با رنج شدید نظارت فراگیر و ظلم فراوان است خصوصا بعد از اظهارات دبیر حزب کمونیست سینکیانگ در مورد چینی سازی اسلام اداره آستانهای مقدس و مزارهای شیعی وابسته به سازمان اوقاف شیعیان عراق امروز چهارشنبه خبر استمرار بازسازی مرقد متحر صحابی جلیل القدر سعید بن جبیر رزوان الله تعالی علیه از, از, ببخشید از اصحاب امام سجاد علیه السلام در استان واسط عراق را اعلام کرد اداره آستانهای مقدس و مزارهای شیعی با صدور اعلامیه‌ای ضمن اعلامی خبر افزود این اداره همواره بر بازسازی آستانهای مقدس و اماکن متبرکه در شهرها و مناطق مختلف عراق تأکید دارد و بازسازی مرقد متحر سعید بن جبیر گامی از گامهای برداشته شده در این مسیر به شمار میرود این اداره همچنین اظهار داشت برای بازسازی اماکن متبرکه در استان واسط تا کنون بیش از 7 میلیارد و 670 میلیون دینار عراقی اختصاص داده است. آستان مقدس علوی به منظور کاهش آلودگی در شهر نجف اشرف و افزایش فضای سبز کمپین ملی درختکاری را با همت این آستان در شهر راهاندازی کرد مهندس علی السعیدی مدیر مزرعه فدا که در بیانیه‌ای اظهار داشت هدف از راهاندازی این کمپین حفظ محیط زیست کاهش آلودگی افزایش فضای سبز و آگاهی از اهمیت درختکاری برای نسل جدید می باشد و در ادامه افزود در همین راستا درختان مختلفی که می توانند شرایط آب و هوایی را تحمل کنند در دانشگاه کوفه و تعدادی از مدارس و خیابانهای شهر نجف اشرف کاشته شدند شن ذکر از این کمپین که در دوازده همه مارس هر سال برگزار می شود زیر نظر عطبه مقدس علوی و به منظور ارائه خدمات بشر دوستانه و کمک های متعدد ملی و اجتماعی در عراق است. و خبری از کشور هند دولت هند از شرکت های فناوری داخلی خواسته است قبل از ارائه محصولات هوش مصنوعی از دولت مجوز بگیرد طبق بخشنامه جدید دولت ابزارهای هوش مصنوعی که غیرقابل اعتماد یا در دست آزمایش هستند باید تأییدیه دولت را داشته باشند و برچسب گذاری شوند تا کاربران متوجه باشند این اقدام بعد از جنجال اخیر پاسخ مثبت ابزار هوش مصنوعی پلتفرم گپ چت گوگل موسم به گوگل جمینای به سوال کاربری درباره اینکه آیا نارندرامودی نخست وزیر هندوستان سیاست فاشیستی را اجرا می کند انجام شده است. همان زمان یک وزیر کابینه دولت هند نسبت به کارکرد گوگل جیمینای اعتراض کرد و شرکت گوگل نیز فورا اعلام کرد که تلاش می کند این چالش را در کمترین زمان ممکن حل کند این شرکت همچنین تصریح کرد عملکرد هوش مصنوعی در برخی امور مانند سیاست همیشه معتبر نیست و ما خبر آخر با توجه به امکان تقلب در انتخابات پاکستان دسترسی به پلتفرم ایکس توییتر سابق را محدود کرد گزارش ها از پاکستان نشان می دهد که دولت دسترسی به پلتفرم اجتماعی ایکس توییتر سابق را در این کشور در بهبهه افزایش اتهامات تقلب در انتخابات پس از انتخابات پارلمانی اخیر محدود کرده است گفتند که سین اقدام چند روز پس از دستگیری دو روزنامه نگار در کشور و اتهام به انتشار محتوای توهینآمیز در شبکای اجتماعی صورت گرفته است. از طرف دیگر دولت پاکستان بیانیه‌ای رسمی در مورد دلیل این تصمیم صادر نکرد اما مخالفان و فعالان اجتماعی این اقدام را در چارچوب تلاش‌های دولت برای کنترل آزادی بیان و سرکوب انتقادات می‌داند. شاین ذکر است در همین راستا تظاهرات گسترده‌ای در چندین منطقه پاکستان رخ داد.